سلام های گرم و صمیمانه ما رو بپذیرید. به برنامه خط رفاه از تلویزیون کانال جدید خیلی خوش آمدید. من حسن صالحی هستم و به اتفاق دوست همکارم نگار نادری در بخش فنی حدود نیم ساعتی در خدمتتون هستیم و این برنامه رو به شما عرضه می کنیم. راه های تماس مستقیم با ما رو روی صفحه تلویزیون خودتون شماره تلفنی هست، از طریق واتساپ میتونید با اون شماره تلفن تماس بگیرید، اخبار و گزارشات و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال دارید. در برنامه این هفته میخواییم سر دو محور صحبت کنیم: اعتراضات وسیع گسترده بازنشستگان که چند روز متوالی ادامه داشته و هفته ها و ماه های اخیر هم خیلی در ابعاد وسیع و گسترده به خیابان ها آمدن بازنشستگان برای به اصطلاح گرفتن حق خودشون، مطالبات خودشون، و در این حال میخوایم سری بزنیم به ژنو که هفته گذشته اونجا اعتراضی برگزار شد در مقابل دفتر اجلاس سازمان جهانی کار، به این منظور که جمهوری اسلامی از این اجلاس اخراج بشه. مخالفین جمهوری اسلامی اونجا بودن و در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. مهمان برنامه هفته ما شهله دانشوره که خودشون از قضا در این اعتراض گرد همایی ژنو هم شرکت داشتن که جزئیات بیشترش ازشون خواهیم پرسید. شهلا دانشور، خیلی خوش آمدید به این برنامه. هفته خیلی پرکاری داشتید به نظر میرسه. متشکرم به شما، به نگار نادری عزیز و بینندگان گرامی سلام دارم. خیلی هم ممنون. شهلا دانشور، بذار اول از بازنشستگان شروع بکنیم. بازنشستگان در کلن هفته ها و ماه های اخیر میدامدار صحنه بودن اونجا و در خیابان ها حق و حقوق خودشون رو فریاد زدن و نه فقط حق و حقوق خودشون، بلکه شعارهای سر دادن که در واقع حق و حقوق عمومی مردم هم بخشن هست، بوده و هست، و الان هم سه روز متوالیه که اعتراضات گستردهی داشتن از تأمین اجتماعی ها، بازنشستگان مخابرات، بازنشستگان معلمان و بخش های مختلف بازنشستگان. یه آخرین اخبار اطلاعات چی هست در این مورد؟ مکنه برامون بازگو کنید لطفا. بله، خب جنبش بازنشستگان یه جنبش قدرتمندیه، همونطور که اشاره کردید. به ویژه اعتراضات اونها از اواخر سال 1401 شکل هفتگی و روزهای هفته رو به خودش اختصاص داد و همینطور اومده جلو، قدم‌های بسیاری رو در واقع پیشروی‌های زیادی داشته و امروز صدای اعتراض کل جامعه است بیش از هر وقتی و یه فاکتور مهم در داغ نگه داشتن فضای اعتراض در شهرها و در کف خیابون است و در واقع تنور انقلاب رو تا مدت تا داغ نگه داشتن و الان میبینیم که چگونه دارن تداوم انقلاب رو با به دست گرفتن خواستا و اعتراضات سراسری جامعه در واقع دارن نشون میدن. راه بازگشت به خیابان و بازگشت گسترده‌تر به خیابان و در واقع جلو جامعه گذاشتن با حرکت و اعتراضاتشون. به ویژه تو این هفته به نظر من یه تغییر کیفی جدی کرده، پس بر سر حضور هزاران بازنشسته در کف خیابان و شعارهایی که میدن علیه اعدام بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، همون مثل همیشه شعار دادن نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نه جلو دارمون. بازنشستگان در تهران، تأمین اجتماعی در تهران شعار دادن تهدید، زندان هرگز اثر ندارد. و یا در رابطه با سرکوبگری های حکومت علیه زنان، بازنشستگان شوش دیدیم که شعار دادن روسری رو راه کن، فکری به حال ما کن، حجاب حجاب شعارشون، غارت و دوزی کارشون، این شعارهایی که سر دادن و یا در مقابل بساط و تبلیغاتی که حکومت بسر انتخاب در واقع منصوب کردن یکی از جنایتکارانشون به عنوان رئیس جمهور به راه انداختن تحت عنوان انتخابات، باز میبینیم شعار میدن و میگن که عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم، ما هرگز رأی نمیدیم، و خلاصه یک شعار محوریشون سر اینه. و یا میگن کاندیدای
نمیدونم دروغ و حاصل وعده هاتون کو، خیلی مستقیم دارن تعرض میکنن. معیشت منزلت حق مسلم ماست، اتحاد اتحاد علی فقر و فساد، زندانی سیاسی آزاد کارگر زندان، اینا یعنی یه مجموعه است. به علاوه جدا از این که مسائل اساسی جامعه رو به دست گرفتم و تو همین چند روز خیابان ها رو به لرزه در آوردن با این شعارها، به علاوه جدا از این اتحاد مبارزاتی بخش های بازنشستگان مختلفه. مثلا همین روز سه‌شنبه بازنشستگان کشوری در کرمانشاه فراخوان داده بودن همه بخش های بازنشسته میخوان تجمع کنن و همین کارو کردن. کشوری، تامین اجتماعی، درمان، اینا با هم دیگه جمع شدن. قبل از اون باز در تهران ما در روز یکشنبه شاهد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کشوری فولاد با هم دیگه بودیم و تجمعی که در همین باز سه‌شنبه انجام گرفت در تهران که چندین هزار بازنشسته شرکت کردند. بازنشستگان سال 1402 شرکت کردند و شعارهای اعتراضی سر میدادند و شعار میدادند قدرت ما، جمع ماست، رتبه بندی حق ماست. و در واقع قدرت خودشون رو اونجا میدیدن و اینو جلوی چشم جامعه گذاشته بودن. و بعد شعارهای اعتراضی دیگه ای که سر دادن علی فقر و فساد، و وقتی هم که نیروی سرکوب اومد به تجمعشون تعرض کنه هو میکردن، بیشرف بیشرف فریاد میزدن، جلو دستگیری رو میگرفتن، ولش کن ولش کن. و بعدم دیدیم که زیر فشار این فضا جلو سازمان برنامه بودجه بود جلسه ای گذاشتن، گفتن دارن رسیدگی میکنن و بازنشستگان گفتن که فکر نکنید همین یه روز تجمع، ما هر روزه و از هر روزه بودن تجمعشون خبر دادن. و همین حرکت باز چند هزار بازنشسته سال 1402 از معلمان بازنشسته در روز یکشنبه به پاشاد، روز یکشنبه تامین اجتماعی تو شهرهای مختلف بازنشستگاهش تجمع داشتن و به این شکل به قول شما خیابان‌ها رو به تصرف خودشون درآوردن با شعارهای رادیکال، با به دست گرفتن مسائل اساسی جامعه و با فریاد معیشت منزلت حق مسلم ماست. و به نظرم این یک کیفیت جدیده که بخش های مختلف بازنشسته فراخوان میدن به تجمع مشترک و برپا میکنن این کار. و این فاز جدیدی در اعتراضات بازنشستگان است. درود میگم به این عزیزان، خسته نباشید میگم، و به نظرم یه اتفاق سیاسی مهمی هست. بله، من میخواستم بپرسم تو ماجرای تهران، اعتراضی که در تهران بود، اونجا حمله کردن و یه دیر دستگیر کردن، آیا دستگیر شدگان آزاد شدن یا هنوز در اسارت؟ بله حمله کردن، همونطور که گفتم با مقاومت بازنشسته ها روبرو شدن. تجمع ادامه داشت تا همین بعد از ظهر روز سه‌شنبه باز موندن و گفتن که باید ببینیم که این نتیجه این صحبت ها چیه، نتیجه جلسه که گرفته شده چیه. و بازنشستگان میگن ما تا حق حقوقمون نگیریم این اعتراضات هر روز ادامه داره. اینکه چه تعداد دستگیر شدن و چه گذشته هنوز اطلاعات دقیقش رو انتشار ندادن. بله، یه نکته که بود تو صحبت های شما این بود که بخش های مختلف بازنشستگان، حالا مثلا تامین اجتماعی هست، کشوری هست، مخابرات هست، فولاد هست، معلمان هست، اینها یک هماهنگی دارن بینشون هست که میتونن مشترکاً برگزار بکنن. و این یکی از اون نکات بود که شما به عنوان یک تحول کیفی ازش یاد کردید. مقدار چه اتفاقی افتاد که به صرافت این افتادن که این اعتراضات رو اینطوری برگزار کنن؟ ببینید جدید نیست. خب تو تمام، یعنی تو همین فاصله از پایان سال 1401 تا الان چندین بار تجمعات سراسری رو فراخوان دادم و تجمعات خوبی بود و یا تجمعات بزرگ. و این بارم گفته بودم ما بزرگترین تجمعمون رو میخوایم در کرمانشاه برگزار کنیم، یا شعار لشکری کشوری، تامین اجتماعی، فولاد، نفتی، اتحاد اتحاد، درمان، پزشکی مرتب. اینا بنرهای بزرگی رو میبینید که در کرمانشاه
دست بازنشستگان هر هفته یا در اهواز همینجور یا در شوش میبینید، از کرخه، از شوش، از هفت تپه یه جا جمع میشن و تازه کشوری و همه بخش ها با هم دیگه هستن و این تو این فاصله برای این کار میدونی شده، هماهنگی ها صورت گرفته، شعاراشو سر دادن، بنراشو به دست گرفتن و حاصلش امروز اینه که میدانی تو موقعیت قرار گرفتن که به این شکل قدرتمندتر عرض اندام کنن و همونطور که شعار دادن میگن قدرت ما جمع ماست و بسیار بسیار جالبه. شعارهایی که میدن مثلا تشکل، تجمع، اعتصاب حق مسلم ماست یا شاغل بازنشست اتحاد اتحاد، اینا فقط شعار نیست، برای این کار میکنن. چطور که سر همین شاغل بازنشست اتحاد اتحاد ما شاهد تجمع مشترک کارگران رسمی نفت در کنار کارگران بازنشسته نفت شد و این نشون میده که ممکنه خواستای مشترک این اعتراضات رو با هم بس میکنه. همون بحث اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد هست که تو همین شعاره شعاری میدادن، میگفتن هموطن داد بزن، حقت و فریاد بزن. تو اصفهان کارگران فولاد اصفهان شعار میدادن، خطاب به مردم، برای اینکه این خواستای درمان رایگان خواست همه مردمه. اینا قدم هایی که بازنشستگان دارن برمیدارن، میدانی برمیدارن و در واقع نماینده اتحاد کارگری در سطح جامعه، اتحاد کل مردم علیه فقر و فساد هستن. بسیار عالی. به هر حال من فکر می‌کنم این الگوی مبارزاتی خیلی خوبیه که میتونه استفاده بشه از جانب بخش‌های مختلف جامعه که به هر حال یه پیوستگی‌های با هم دارن، میتونن اعتراضات هماهنگ شده ای رو تو بخش‌های مختلف با هم قول و قرار بذارن و برگزار بکنن که هم صداشون قوی تر باشه هم نیروشون بیشتر. و اگر نیروی پلیس بخواد مزاحمت ایجاد بکنه یا دولت نیروی سرکوب بیاره، دولت بالاخره اون قدرت جمع خودش هم تو که تو تهران شاهدش بودیم اعتراض کردن و تقریبا یه طورایی وادار به عقب نشینی کردن نیروی سرکوبگر رو، برای بتونه مصور سمر باشه. شاید دانشوار اجازه بدید به اعتراض در ژنو بریم. حالا از بازنشستگان در ایران، اعتراضاتی که در ژنو بود، اعتراضی که خود شما هم مشارکت داشتید، هفتم ژانویه، هفتم ماه ژوئن ببخشید، به هر حال در مقابل محل ساختمان اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو در سوئیس یک گرد همایی اعتراضی نسبتاً بزرگ و از فعالین مخالفان جمهوری اسلامی برگزار شد که حزب کمونیست کارگری ایران، کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم یکی از شرکت کنندگان در این اکسیون بود، دوستان بیشتری بودن، حالا خودتون تعریف بکنید. خب یه مقدار از این اکسیون بگید چطور پیش رفت و من میدونم شما یک جلسه هم داشتید با شورای حقوق بشر سازمان ملل از کار به دستان این شورا و اونجا هم صحبت های کردید. اول از خود اکسیون بگید، اونجا چی گذشت، کیا صحبت کردن، سازمان دهندش کی بود و کلن مطالبات و خواستایی که در این گرد همایی اعتراضی مطرح شد چیا بوده؟ بله، خب ما هر ساله به ژنو میریم در همزمان با اجلاس های سازمان جهانی کار، تقریبا دو دهه است و اعتراض ما به اینه که جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار بیرون انداخته بشه، نه فقط هیئتش. حالا این هیئت کارگری، کارگر نماینده، خب معلومه این هیئت جمهوری اسلامی، هیئت حکومت آپارتاید جنسی، حکومت هیئت یک حکومت آدم کش جنایتکار، حکومت اعدام سرکوب، معلومه این هیئت باید بیرون انداخته بشه. ولی میگم اصلا کل جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار آیلو بیرون انداخته بشه، همونطور که در دوره آلمان هیتلری در 1930 هیئت رژیم فاشیست آلمان بیرون انداخته شد، از طرف نمایندگان اتحادیه های کارگری علیهشون دست به اعتراض دادن، الان هم باید همون واکنش رو دنیا داشته باشه در مقابل جمهوری اسلامی. همونطور که حکومت آفریقای جنوبی یا آپارتاید نژادی
آفریقای جنوبی رو بایکوت کردن تو سطح جهانی، باید جمهوری اسلامی بایکوت بشه. ما حرفمون اینه، و به ویژه این حرف بیشتر مفهومه الان بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، بعد از گزارشی که کمیته حقیقت یاب داده میگه جنایت جمهوری اسلامی از در واقع جنایت علیه بشریت، ویژه اعدام هایی که الان حکومت به راه انداخته، یعنی تشدید کرده اعدام ها که 8 ساعت یه نفر رو اعدام میکنه، و اینها همه موضوعات اعتراض ما بود. و با این به این دلیل امسال تو این فضای دیگه ای ما رفتیم به این اکسیون اعتراضی. برگزار کننده این اکسیون امسال، یعنی جایی که ما شرکت کردیم، در واقع کمیته برگزاری اکسیون های ژنو بودش. خب ما سالهای گذشته بود، سالهایی که خودمون مستقیم حتی میرفتیم وارد سالن، میتونستیم خودمون برسونیم به طرقی به وارد سالن بشیم و اونجا در واقع با فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی ما افتتاح میکردیم کنفرانس ها را. امسال خب دیگه از وقتی که تمهیدات امنیتی شدیدتر شد و اینا، ما هم اونجا تو اکسیون ها شرکت میکردیم. امسال رفتیم به اتفاق این کمیته اونجا حضور داشتیم در مقابل این اجلاس در میدان ملل. خب من اونجا سخنرانی داشتم، همین حرفا رو اونجا مطرح کردم. همینجور دوست دیگه عباس ماندگار، یکی دیگه از اعضای کمپین فریدم نا از کانادا اومده بود، به عنوان کسی که فعال کارگری در کانادا است و در تماس با اتحادیه‌ها و چطور تلاش میکنه صدای کارگران باشه صحبت کرد. هاشم فاضلی یک عضو دیگه فریدم نا اونجا هم شعر گفتم، در همین راستا صحبت کرد. ناصر کشکولی یکی از به عنوان حزب، یکی از کادرهای حزب کمونیست کارگری اونجا سخنرانی خیلی پرشوری کرد و گفت این حکومت چطور جنایت میکنه، در مورد جنایات این حکومت صحبت کرد و در مورد بایکوت این حکومت، و گفت این حکومت یه دستش تنابه داره یه دستش قرآنه. با این صحبتاش با این شروع کرد. از احزاب و نیروهای سیاسی مختلف بودن، از حزب کمونیست ایران احزاب مختلف اونجا بودن و اونا هر کدوم اومدن سخنرانی ارائه دادن، از تشکلهای اتحادیه های کارگری، از سوئیس، از دانمارک، از سوئد، از فرانسه، کشورهای مختلف، انگلیس، نمایندگان اونجا بودن که ساپورت کرده بودن، حمایت کرده بودن این حرکت رو، اونجا سخنرانی کردن و به این شکل خب یک جمعیت قابل توجهی جمع شده بود. و ما تلاشمون این بود صدای کارگران ایران، صدای معلمان، صدای انقلاب زن زندگی آزادی اونجا باشیم و به هر حال از نظر ما بایکوت جمهوری اسلامی، بیرون انداختن اون از سازمان جهانی کار و نهادهای بین‌المللی یک گام مهم در سرنگونی جمهوری اسلامی. این کاریه که ما سعی کردیم در این اکسیون به پیش ببریم. بنرهایی که داشتیم قابل توجه بود و با عکسایی از کارگران زندانی، معلمان زندانی، اینا رو همراه خودمون داشتیم مثل فریدم نا، و به این شکل در حال امسال همونجا رو سعی کردیم به صحنه اعتراض خودمون تبدیل کنیم. به همون شکلی که تو ایران بازنشسته ها از مخابرات و فولاد و بخش های مختلف ما هم دیگه هماهنگ کرده بودن، به نظر رسید شما هم در ژنو حالا از گروه ها و سازمان ها انجمن های مختلف، حالا گیرم با باورهای مختلف، با این اتفاق نظر که جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج بشه گرد هم جمع شده. و این چقدر خوشحال کننده است حقیقتا که این همکاری با موفقیت صورت گرفته، همه امکان سخن داشتن، صحبت کردن، حرف زدن، و امیدواریم این همکاری ها هرچه بیشتر و گسترده تر بشه. ولی علاوه بر این اکسیون یا این گرد همایی اعتراضی، شما یه دیدار هم داشتید، در مورد این دیدار همه مقدار توضیح بدید لطفا. بله، ما صبح همون روز، یعنی جمعه گذشته بود که ما این اکسیون داشتیم، هفتم جمعه صبح اون روز از قبل این دیدار رو قرار رو گذاشته بودیم که تو این دیدار من بودم به عنوان سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی، و همینطور هاشم فاضلی از اعضای این کمپین و بهنام فاضلی یکی دیگه از اعضای این کمپین. ما در واقع یه هدفمون این بود به عنوان یکی از نهادهای اقدام مشترک در حمایت از محکومین به اعدام مواد مخدر در ایران، میخواستیم این رو اونجا اعلامش کنیم و در این حال اعتراض خودمون رو به
همکاری سازمان ملل با جمهوری اسلامی تحت عنوان اینکه میخوان جلو توزیع مواد مخدر اینا رو بگیرن اعتراض خودمون رو اعلام کنیم، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین کارتر بین المللی یکی از اینهاست که خودش داره در واقع توزیع کننده مواد مخدر هست، حتی تو دیپلماسی سیاسیش هم از این به عنوان یه تهدید استفاده کرده. ما هدفمون این بود، پوستری رو از همین اقدام مشترک همراهمون داشتیم با اون بیانیهش، به علاوه جدا از اون بیانیه فریدمنا کمپی بر آزادی کارگران زندانی خطاب با ILO و اعتراضش به حضور جمهوری اسلامی و همینطور بیانیه کارزار جهانی نه به اعدام رو ده همراه خودمون داشتیم که باز فریدمنا عضو از این کارزار هستش، نامه های فعالین کارگری از ایران، نامه علی نجاتی از نیشکر هفت‌تپه و همینطور نامه رضا شاهبی و داوود رضوی از زندانیان سیاسی که از کارگران زندانی اتحادیه سندگای شرکت واحد که الان تو زندان هستن، به علاوه نامه‌ای که سال گذشته 8 تشکل داده بودن از ایران در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در ILO و نامه‌ای که همین امسال جمع‌هایی از معلمان و کارگران و بخش‌های مختلف به عنوان جمع داده بودن، اینا رو ما همراه خودمون ترجمه انگلیسی کرده بودیم، با خودمون بردیم توی پوشه ای با عکسای از کارگران زندانی، از کسانی که زیر خطر اعدام هستن، عباس درست و دوستان دیگه، مجاهد کورکور و هر کدوم از اینها عکس‌ها و پوستراشون رو داشتیم اونجا ارائه دادیم و اونا جواب که به ما دادن گفتن بله ما فوکوسمون رو اعدام هاست و نگران کننده است، ما اینو دنبال میکنیم، ما اطلاع داریم، که ما هم جوابمون این بود بله ما میدونیم شما اطلاع دارید، میدونیم سازمان ملل اطلاع داره، میدونیم که ILO اطلاع داره و این شرم‌آوره که علارغم اینکه این اطلاعات وجود داره، علارغم اینکه صدای انقلاب زن زندگی آزادی اینطور بازتاب داشته تو سطح دنیا، الان هیئت جمهوری اسلامی تو این سازمان نشسته و ما اجازه نمیدیم، و گفتیم که تجربه تاریخی رو باز بهشون اشاره کردیم که تو تاریخ اتفاق افتاده که هیئت‌های چنین حکومت‌های بیرون انداخته شدن و امروز قدرت مبارزات مردم، انقلابی که تو ایران مردم کردن و بازتابی که داشته، ما در یک موقعیتی هستیم که با این قدرت، همونطور که کمیته حقیقت یا اون گزارش رو داده، با این قدرت زیر فشار این عظمت این انقلاب، با این قدرت ما میتونیم این راه رو ادامه بدیم، ما کوتاه نمیایم و ما به اعتراضاتمون ادامه خواهیم داد برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی، بیرون انداختنش، به نامه هایی که از اتحادیه‌های کارگری بین المللی داشتیم که حمایت کردن کارزار ما رو، از کانادا، از استرالیا، از سوئیس، از جاهای مختلفه، یا کمپینرهای مهم سیاسی بین المللی، این نامه ها رو همراه ما داشتیم، گفتیم تا الان حمایت ها رو ما تونستیم بگیریم و سعی میکنیم که این حرکت رو گسترش بدیم و همین رو گزارشش رو تو میتینگ مقابل سازمان جهانی کار هم به جمعیتی که اونجا حاضر بودند رو دادیم. شهر دانشور، بسیار ممنونم که در این برنامه شرکت کردیم و از تلاش های خسته ناپذیر شما من سپاسگزارم. متشکرم. خب دوستان عزیز، گفتگوی ما رو با شهلا دانشور می‌دیدید درباره جنبش بازنشستگان در ایران و اعتراض در ژنو برای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار. یک بار دیگه اشاره بکنم که الان روی صفحه تلویزیون‌های خودتون شماره تلفن تماس مستقیم با ما رو ملاحظه می‌کنید، از طریق این شماره تلفن حتما با ما در تماس باشید. تا هفته دیگه که با برنامه دیگه از برنامه خط رفاه مجدداً در خدمت شما خواهیم بود، براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو میکنیم. موفق باشید.